سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که در خدمتتون هستم و خوشحالترم که امروز حضورتون اعلام بکنم با سپاسگزاری بسیار از تلویزیون ایران فردا، گردانندگان این تلویزیون، شخص آقای دکتر نوریزاده و کارگردان بسیار عزیز و با ارزش آقای علی آقا، این آخرین برنامه من خواهد. علتش خیلی روشنه. علتش اینه که من شاید که در این حدود 450 برنامه یا 449 برنامه که در خدمتتون بودم، اول باید اشاره بکنم که تمام این 448 برنامه نوشته شده و در چند کلاسور قرار داره و امیدوار به این هستم که روزی اینها در دو سه جلد کتاب چاپ بشه. دلیلش هم خیلی روشنه. دلیلش اینه که هدف من از حضور در این تلویزیون در این برنامه حدود 1:13-14 دقیقه ای هیچ وقت این نبوده که بخوام بیام و مثل بسیارانی که در تلویزیون‌های مختلف هستند اینها در اون جهاد بحث ایدئولوژیک مطرح بکنم، بحث زنده باد مرده باد مطرح بکنم. برای هر یک برنامه همونطوری که عرض کردم همه نوشته شده است، من کار کردم. این رو هم تلویزیون ایران فردا میدونه و گفته و هم من یکی دوباره دیگه خدمتتون گفتم. هیچ رابطه مالی هم من با تلویزیون ایران فردا و با هیچ تلویزیون دیگه ای ندارم. من یک فکر رو دنبال میکنم که اون فکر بیانجامه به شناخت جامعهمون که ما چرا توی این 45 سال با این مشکلات مواجه بودیم و همچنان جمهوری اسلامی وجود داره و ما نتونستیم قدمی برداریم. هدف من در این سری کارها این بوده که با شناخت جامعهمون، با اینی که در این 45 سال گذشته به این طرف 50 و چند میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده، بیام و اون جامعه رو تحلیل بکنم، بررسی بکنم، انطباق بدم سالهای مختلف رو، دوره‌های مختلف رو با همدیگه و نتیجه ای رو بگیرم و به جامعهمون و به روشنفکرانمون، به پژوهشگرانمون اعلام بکنم که ما چی بودیم، کجا هستیم و کجا داریم میریم و چی کار باید بکنیم، راه حلمون در جلومون چیه. اگر که به هر حال تلویزیون‌های پربیننده‌ای که وجود دارن این مسائل براشون مطرح نیست و همچنان به دنبال این هستن که کارشناس جدید بیارن، نمیدونم تحلیلگر جدید بیارن، تحلیلگر و کارشناسانی که الزاماً شاید که هیچ تخصصی نداشته باشن، متخصص کلاس رقص باشن، در امور اقتصادی کارشناس معرفی بشن یا غیره و غیره. من وارد این قضایا اصلا نمیشم. میخوام این رو فقط خدمتتون بگم که امروز احساس میکنم که بعد از این چندین سالی که در تلویزیون ایران فردا بودم، باز هم با سپاسگزاری از تلویزیون ایران فردا باید بگم که شاید حرفی برای گفتن دیگه برای من وجود نداشته باشه که بخوام وقت تلویزیون رو بگیرم و در هفته این 13-14 دقیقه رو مزاحمت براشون ایجاد بکنم. بازم سپاسگزاری میکنم به خصوص از کارگردان فنی علی آقا که این مدت رو منت سر من گذاشتن، با محبت بسیار همه جور این برنامه ها رو تدوین کردن. من در فضای مجازی هستم، کارهایی رو که می کنم، کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی رو در اونجا ها اعلام خواهد شد، در اینستاگرام، در یوتیوب، در نمیدونم تلگرام، در قید و فیسبوک و قید و غیره. ولی با احترام بسیار بسیار زیاد
برای مخاطبینی که من رو در این مدت دنبال کردن، خواهشم بر اینه که اون احترام من رو بپذیرن و بدونن که دیگه حرفی برای گفتن نیست، چون حمایتی برای انجام این فکر وجود نداره. اینی که خداحافظی میکنم و امیدوارم که هر آنچه زودتر جامعه ما، ایران ما، بچه های ما به قول خودشون بتونن ایران رو پس بگیرن و ما یک روزی به برابری، آزادی و در نهایت به دموکراسی برسیم. سپاسگزارم از تلویزیون ایران فردا. ممنونم. Bum, 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 bum